حالا یه صحبتی رو که تو ضمن این مناجات میگه این هست که همه چیز از اوست. مصرع اولش دعا یعنی خواستن، همون کلمه ایست که ما به صورت سوال هم میگیم، سوال، دعا، اجابت، از همون جواب میاد، مجاب یعنی جواب داده شده. در مورد دعا استجابت میگن، در مورد سوال جواب میگن، ولی همه اینا هم ریشن یک چیزن. پس این بیت داره میگه که سوال از کجام در ما ایجاد میشه؟ به واسطه همین وجود این هوشیاری. خب ما یک سوال در ذهنمون پیدا میشه، دنبال جوابش میگردی. این سیستمی که کار میکنه الان در ما و دنبال جواب داره میگرده از کجا اومده؟ این هم از همین عدم و حالا یا خدا یا هوشیاری اومده. خب یعنی ما بهش میگیم این ذهن ما. پس ذهن ما توسط این هوشیاری درست شده، سوال هم در ما از این هوشیاری اومده، جوابی هم که ذهن ما میگرده پیدا میکنه بازم محصول همین هوشیاری است. چون این هوشیاری نبود هیچ کدوم اینها نبود، نه سوالی پیش میومد، نه سیستمی بود که دنبال جواب بگرده و نه جوابی پیدا میشد. هم میگه سوال از توست، هم جواب از توست. و البته جای دیگه میگه، میگه انگار که تو خودت داری میگی، تو خودت هم داری میشنوی. جانم صحبتی هست باز؟ خواستم بگم که دعا کردن جدا از خواستای معمولیه، یعنی خوبه، هیچ فرقی نمیکنه. خواستن خواستنه، این که شما از چی میخواید، گاهی اون خواستتون ظاهرا بهش قدرت رسیدن ندارید، اون وقت رو به خدا میکنید میخواید، اون میشه اسمش دعا. مثلا اینکه اون حدیث نبوی که از خدا خواسته و خداوند اون چیزا رو اونجور که از به من نشون بده، این خواسته نیست؟ چرا، اینم خواسته است. خب بعد یا خوبه؟ ببینید بعد و خوب، بعد و خوب نداریم. بذاریم که داریم ما بازم اون انرژیمون رو منحرف میکنیم، یا حالا چون به سمت خدا داریم هدایت گردش میدیم خوبه. عرض میکنم متوجه سوالتون شدم، این مرحله به مرحله است این چیزها. یعنی اینطوری نیست که الان اون صحبتی که میگه حتی طرف دعا هم نمیکنه، آنچنان راضی هست از این چیزی که هست که حتی دعا هم نمیکنه. اون مقامش خیلی فرق داره. ما الان اونجایی هستیم که طرف رو شطرش نشوندن تا شب داد زدن که این مفلس است، این باز آخر سر میگه انتظار داری یه چیزی از این در بیاد براش. این ابیات الان اینجاست، خود مولانا هم بعدن اشاره میکنه. ولی سوالتون اگه درست متوجه شده باشم، خواستن هیچ فرقی نمیکنه، خواستن خواستنه، چه از خدا بخوایم چه بریم تو این مغازه یه چیزی بخریم، منتها اون موقع ما خودمون میتونیم به خواستمون برسیم و میرسیم، پولشو میدیم جنسو میگیریم. اگه نتونیم دعا میکنیم، دست به دامن خدا میشیم. ولی حالا عرض میکنم الان این چند بیتم اجازه بدید من جلوتر برم.
این خیلی مهمه، این بیتی که اینجا جاش نیست که گفته بشه که هم دعا از تو اجابت هم ز تو. این چون بخوایم صحبت کنیم خیلی باید راجبش صحبت بشه، مثل اون جمله شمسی که گفته بود که او سه گونه خط نوشت، یکیشو خودش میخواند دیگران هم میخواند، یکیش را خودش میخواند دیگران نمیتوانند بخوانند، یک نوع سوم خط اون هست که نه خودش میخواند نه دیگران. خب این جمله الان که آخرش هم میگه من اون خط سوم هستم. خب یه چیزی که فیزیک کوانتوم هست که هم استادا هم دانشجو میفهمن، بعد مطالبش رو استادا میفهمن دانشجو نمیفهمن، بعضی مطالبش هم نه اینا میفهمن. خب میشه خیلی گسترش داد این جمله، ولی در اصل اون جمله و این جمله مثنوی هم ریشن، هم ریشن به این صورت که اونجا منظور شمس اینه که اگر این خدا، این هوشیاری اون جایی که داره عمل میکنه اون محصولش رو، یه وقت هست که خود هوشیاری هست، این هوشیاری رو من گرفتم و در من یه عقلی پیدا شده، من ایجاد شدم، اول تو این دنیا اومدم، اراده من که نبوده، خواست من نبوده، یه اراده های بالاتر از اراده ما بوده در ایجاد ما به عنوان بشر. پس یه، حالا اون اسمشو من نمیدونم، خدا میذاریم، هوشیاری میذاریم، خب اون ما رو ایجاد کرده. این که ما حالا ایجاد شدیم، اینو بگو یه جور خط نوشته شده. الان من خط اول که